مدرسه زندگی فارسی تقدیم می کند. عجیبه که انگار هیچ انسانی از نظر روانی سالم بار نمیاد مگه اینکه یک فرد دیگه تو اون چند سال اول عمر عمیقا بهش عشق ببرسه ولی ما تازه داریم یاد میگیریم که پدر و مادر خوب واقعا چه جوری باید باشن. آیا والدین شما خوب بودن؟ اینجا هشت اصل هست که شاید بتونید باهاش نمره بدید. اول، کوک و میزون شدن با کودک. یه والد مهرورس خودش را تا سطح بچه میاره پایین. گاهی به معنی واقعی کلمه موقع حرف زدن با بچه خودش رو همقد اون بچه میکنه. تا بتونه دنیا رو از چشم کودک ببینه. میفهمند که کوچولا به راحتی نمیتونن با تقاضاهای بیرون تطابق پیدا کنن. میدونن که تو سالهای اول بچه در اولویته و باید در مرکز امور قرار بگیره. نه برای اینکه لوسش کنن، برای اینکه بهشون فرصت بزرگ شدن بدن. دوم مسائل کوچیک والدین با محبت درک میکنن که زندگی فرزندان تو جزئیاتی میگذره که با میارای بزرگ سالی خیلی بی اهمیته. خورد با ناخون فرو کردن تو خمیر خوشحال میشن یا با اینکه بتونن نخود فرنگی ها رو با قاشق پخش و پلا کنن یا کلماتی رو بلند بلند جیغ بزنن. اگه خرگوش کانواییشون دگمش بکنه یا صفحه کتاب محبوبشون پاره بشه خیلی قصه میخورن. والدی که به اندازه کافی خوب باشه انقدر ابتکار عمل داره که نیاد به بچه بگه چیزی نشده، بزرگش نکن. والد خوب در هیجان یک چاله آب و ناراحتی یک جوراب تنگ پا به پای بچه راه میاد. متوجه هستن که قدرت بچه برای اینکه در آینده به فکر دیگران باشه و درکشون کنه و برای اینکه بتونه از پس فجایع جدی بر بیاد به این برمیگرده. که تو هر سن و سالی همدلی و دلسوزی متناسب با اون سن رو دریافت کرده باشه. سوم بخشش. دیگران ممکنه یه رفتار بچه رو ناجور تلقی کنن ولی پدر و مادر دوستدار بلدن خوشبینانه ترین و مهربانانه ترین تفسیر رو انتخاب کنن. این کوچولو بچه شری نیست ولی از اومدن بچه دوم دلخوره. ضد اجتماعی نیست. فقط با دور و بریا و نزدیکان راحت تره این بچه کابوس نیست چون خوابش میاد کشخلقی خلقی میکنه این ظرفیت استفاده از توضیحات تخیلی ولی مهربانانه آروم آروم تبدیل میشه به ساز و کار وجدان و آگاهی خود کودک بچه هنر بخشیدن خودش رو یاد میگیره دیگه خودش به خاطر خطاهاش شکنجه نمیکنه دوچار حمله های نفرت از خود نمیشه و اگر روزی روزگاری بد جوری گند بزنه وسوسه نمیشه خودکشی کنه. چهارم دوره های عجیب غریب. والد با محبت انقدر عاقل هست که بذاره بچه یه ریز عجیب غریب باشه. میدونه که عجیب غریب بودن در اصل بخشی از رشد و نمو طبیعیه. سراسیمه نمیشه که بچه داره وانمود میکنه تبدیل به یه حیوان شده یا میگه فقط غذاهای قرمز رنگ میخورم یا یه دوست خیالی داره که رو درخت ته حیات زندگی میکنه. ایمان و اعتقاد داره که این بچه یه روز عقل و شعور در میاره. خردمندانه است که بچه بخواد قبل از پذیرش عقل و منطق گزینای دیگه رو هم امتحان کنه. پدر و مادر خوب قادر خواهند بود در مقابل کچخلقی های شدید و گیردادن های بچه آروم بمونن و احساس نیاز نمی کنن. تک تک بی ها رو مجازات کنن. با خلق پایین و غم بچه صبوری می کنن. از نحس بازی های نوجوان ها دست پاچه نمیشن. به بچه برچسب نمیزنن. چون برچسب زدن کودک رو در اون نقش منفی گذرا که فقط داشته امتحانش میکرده فیکس میکنه. مواظبن که نگن این بچهمون همش عصبانیه. این یکی فیلسوفه. این یه دونه خیلی مهربونه. این ثروت و مکنت رو در اختیار بچه میذارن که خودش هویتش رو انتخاب کنه. پنجم آویزون بازی. والدین خوب درک میکنن که بچه ها ممکنه تا مدتها بهشون بچسبن. هرگز نیاز طبیعی به اطمینان بخشی رو تحقیر نمیکنن. نمیگن خودتو جمع جور کن و مرد باش یا تو کی خانم میشی یا باعث افتخارمون بشو. میدونن برای رسیدن به دلبستگی ایمن و خاطر جمع و تحمل قیاب والدین باید گذاشت هر چقدر نیاز دارن وابسته باشن و ارتباط رو حفظ کنن. کمتر دم در مدرسه به بچه میگن شجاع باش. ششم کمالگرایی. یه والد خوب از خودش یه چهره مشعشع دست نیافتنی به نمایش نمیذاره. یه جوری که بچه دربارش آرمان سازی و خیال پردازی کنه. میدونن که باید حضورشون معمولی و فروتنانه باشه. با وقار باشن ولی اگه پاش افتاد با مزه باشن. فراموشکار باشن. خلبازی در بیارن. یا هول بزنن که بیشتر از سهمشون دسر بخورن. مامان باباهای خوب میدونن که نواقص و خطاهاشون به بچه یادآوری میکنه که باید با نواقص بشری خودش کنار بیاد و نهایتا یه روز از خونه برو به زندگی خودش برسه. هفتم ملالاور بودن. یه والد نیک بلد ملالاور به نظر بیاد. میفهمه که نیاز واقعی بچه یه منبع اطمینان و آرامشه نه آتیش بازی و خلق هیجان بچه خودش به قدر کافی از اینا تو کلش داره پدر و مادرها باید دهه ها در اون جای آشنا بیستن و همون حرفای همیشگی رو بزنن باید مواظب باشن که قابل پیش بینی باشن و خلق و خوی دفعی، ناگهانی و تعجب آورشون رو ویرایش کنن. لازم نیست بچه تصویر کاملی داشته باشه از همه تلاطم و ها و دقدقه هایی که از ذهن والدینش میگذره. والد میپذیره که پدر و مادر بودن یه نقش و شغله قرار نیست بازتاب کامل و بیکم و کاست شخصیت اونا باشه. بچه باید این امتیاز رو داشته باشه که همه جزئیات والدینش رو نشناسه. هشتم، عشق یک طرفه. والد خوب به دنبال یه رابطه منصفانه و دو جانبه نیست از بخشیدن یه طرف راضی و خوشحاله نیاز نداره بچه ازش بپرسه روز تو چطور گذروندی یا عقیدش رو درباره سیاست دولت در مورد بیمه ها بپرسه میدونه کودک نیاز داره والدین رو بدیهی فرض کنه پاداش همه کارهای پدر و مادرها هرگز مستقیم نخواهد بود پاداشش اینجوریه که طی زمان دراز فرزندشونم تبدیل به یه والد خیلی خوب بشه. سادش اینه که عشق یعنی ملاحظه، مراعات، مهربونی و صبر عظیمی که یک بزرگسال طی سالیان دراز نشون میده درباره بچه‌ای که به ناچار زیاد قابل کنترل نیست، سردرگم یا نامید کننده است. همه این ملاحظه، مراعات و مهربونی به این امیده که این بچه به نوبه خودش بزرگ سالی بشه که جایگاهش رو در اجتماع پیدا کنه بدون اینکه زیاد خلاقیت و ابتکارش رو از دست بده، زیاد وحشت زده نباشه و این باور بنیادی رو به ظرفیت خودش داشته باشه که زندگیش به سمر میشینه. این موضوع باید مایه بخت و حیرت جهانی بشه که علا رقم همه پیشرفتهای بشر، ما هنوز در ابتدای این راهیم که به بچه ها اون دوران بچگی محبت آمیزی رو بدیم که شایستش هستن. لطفاً با سابسکرایب و لایک کردن مطالب ما از ادامه این پروژه حمایت کنید.